گودرز خان، جماعت ما رو به موته. باید بچه های ما زن شوهر بشن، 7-8 بچه داشته باشن. ما که سرمونو گذاشتیم زمین مردیم، بچه ها مرام ما رو نگه دارن. والا لوتگری و خوشمرام مرده. این گردآفرین بدهیم به ما ببریم خیرش ببینیم. این فرمون ما دلش به گردآفرین بسته است، حاضره برای گردآفرین آدم بکشه. کجا این دنیای بی‌غیرت آدم میکشن برای گردآفرین؟ این فرمان ما میکشه. میکشه اینا؟ نه آره ننه جون، آره دیگه ننه. اینا خودتونم که از دهنش میشنوی. خب بده ببرم دیگه، چی مطله هستی آخه؟ والا چه عرض کنم، دختر من آمادگیشو نره، خودش باید راضی باشه که فعلا نیست. مگه توپم ترس داره بچه سوسول؟ چه غلطی کردم از مامان جونت اجازت رو گرفتم؟ تو رو چه به فوتبال، برو پی عروسک بازید. باز پستونکه تو گم کردی؟ نه خیر. ایوان رفته بودی جنگ؟ ببین سر به سر من نذار، اصلا حوصله ندارم. بی
ادب. مامی امروز خیلی روز بدی بود، یعنی مطمئنم تا آخر هفته افسردگی کامل گرفتم. چرا؟ حساب کردم، افت فشار داشتم، افت قند داشتم، تحقیر روحی روانی شدم، تا همین پشت درم آدم ناجور دیدم. همه اینا برای گرفتن یه افسردگی بس دیگه. ایوا، بالاخره که باید ولد اجتماع بشی، باید کار کنی مثل همه مردا. ای بابا، بزن یه فیلم هندی، سنگامی چیزی ببینیم اون دلمون گرفت. آقا جون ول کن فیلم های عشقی مشقی رو، بکش بکش عشقش جون. فیوز بلندی دختر، ظرافت دختر اومد کجا رفته؟ اومدیم دختر تربیت کنیم جای مادرشو بگیره، خب فاش شب تربیت کردیم. ایول دست خوش، زنم زنهای قدیم، وجاهت، وقارت، نظافت، لطافت، لطافت از چون میری؟ نمک فلفل ریختم نریز. آخه تو کی میخوای وایسی اینجا تو خونه آشپزی کنی؟ با مامان خانوم، همه ی زن آرزوشونه مرد تو خونه آشپزی کنن، وقت من که دارم این کارو میکنم شما ناراحتی؟ بله. اصلا شما جدیداً عوض شدی. خب شدم. همیشه به من میگفتی دنبال ورزشای خطرناک نرم. اون مال همیشه. حالا یه هفته است به من پیله کردی میگی برو فوتبال و کاراتو این ورزشای خطرناک. اون مال هفته پیش بود. تا وقتی یادمه شما میگفتی تو اجتماع نرو، آدم بد فراوونه، درسته؟ خب قربونت برم، تو اجتماع آدم بد فراوونه. پس چرا الان دو سه روز به من پیله کردی هایی میگی برو تو دل اجتماع؟ بالاخره اگه بعد 120 سال من بخوام یه روز بازنشسته بشم، چرخی خونه زندگی رو کی باید به چرخونه؟ تو دیگه. وقتی میومدی خونه اگه بار قم رو داشت بود تو میرسیدی در آسونه خونه هرمی همش میرید، بس که طبق طبق اشمه و کرشمه و دلبری داشتن، بس که ملوس بودن. معلوس بودن یه باری که بگو جیگر بودن دیگه. بس کن مثلا نیست، یعنی یه کار مردونه بیرون خونه. حالا کو کار؟ اینم آگهی کار؟ دست به نقد، فکر همه جاش هم کردی دیگه. به جایی حرفا پاشو برو فکر یه کار باش واسه خودت. کار؟ کو کار؟ بیکار. ای والا خودم چک نوردی دم شما گرم. نه خیر، چشمتو باز کن خوب ببین، اطلاعیه کاره. دم شما گرم دیگه گودرس خان، این همه تمرین کردم که بشم وارد دست شما، برم حقتونو از اون کسایی که پولتونو خوردن از حلقومشون بکشم بیرون، وقت شما میگی برو دنبال کار. هیچ ریخت و قیافت تو آینه نگاه کردی؟ با مرد جماعت هیچ توفیری نداری. خونه رو نگاه، انگار که نه انگار تو این خونه دختر است. هی بیافت دنبال این و اون دوار را بنداز که چی میشه. آقا جون حرفای تازه میزنی، شما که قبلا با این وضعیت ما خیلی حال میکردی. خدا بیامرزه سوسم، اگه زنده بودی لااقل ما یکی رو داشتیم که وقتی میمردی میومد بالای سر قبرمون گریه میکرد. اصولاً، اخلاقاً، وجداناً جای یه زن تو این خونه خالیه.
نیست سوسن؟ بگو نه سوسن. شرکت پیشگامنش بفرم. بله. شما چند روز ازدواج کردی؟ بله. بعد ایشون از شما بزرگترن یا کوچکتر؟ هوشی؟ خانم حسین‌زاده ایشون دو روز بعد از عروسیشون همسرشون رو زدن. وصل کنن رو روان؟ نه، به مشاور خانواده وصل کنید. سلام خانم، خسته نباشید. خوب هستید؟ مصدق اوقاتتون شدم. من کامیز هستم، برای استخدام منشی اومدم. چقدر دوست دارید اون خوش داریم؟ این فرمو پر کنه، بفرمایید اونجا. چشم. ببخشید. باد لاستیک هم بله مردی خوشه داریم. فرمو بزنیم. حالا تقصیر ما نیست که شما اول گوشتتون رو سرخ کردین بعد پیاز خامو ریختین توش. ببینم آقا شما الان میزنین در یک ماشین حرکت میکنه یا نمیکنه؟ برادر من، کار ما مشاوره تقنیچای تلفنی. خب دوباره خاموش کنیم ماشین رو باز استارت بزنیم. نه عزیزم، نمیتونم یه مانترای ساده تر بدم. هر کسی مانترای مخصوص خودشو داره. این آجوری که شما الان میفرمایید نمونهش جلوی من هست. اگه نشد چشم من در خدمت. حالا ببین نداره و اعصابتون مسلط بشه. درست اومدن مادر شوهرتون که وقت دارید؟ پس فقط یه راه حلی کلیشه‌ای مونه، اونم این که یه شاخه گل بخرین ببرین خونه ببوسینش و سعی کنید همه چیز رو فراموش کنید. چه فاضل با چای عمیق آب، دو تا تخصص جدا از هم دارن. بله اصلا من گوشم با شماست، بفرمایید. تجربه نشون داده تا 6 ماه اول هیچ فاضل نیست. سر وعده با شوهرش دعواش نکنید. خانم باقالی پلو رو به من چرا واسه کردید؟ آره چند خونسر با آماده بگیریم بریزیم توی قابلمه. 8 نفس عمیق زیر دوش، 8 آن رو پشت بوم. خب بعد زیرش رو خاموش. آره دکتر باز میکنی موضوعش آبجوش رو صورت تو نباشه. خواهش میکنم. شما بفرمایید. بله انرژی مثبت فراموش نشه به اندازه کافی. سر زیدی هم ماشین ماشین روشن نشد. شرکت پیشگامنش بفرمایید. اینجا چی کار میکنی؟ بمیری الهی، تو اینجا چی کار میکنی؟ دوست تقریبم میکنی؟ واسه چی باید تو رو تقریب کنم؟ چه میتونم از خودت بپرس؟ خودت از خودت بپرس. گفتم اینجا چی کار میکنی؟ داری تقریبم میکنی؟ مامور جاسوسی کی فرستاده؟ فقط تنها راه این که براتون میمونه که ماشین یه گوشه خلوت گیر بیار، ماشین رو پارک کنی؟ بعد ببینی نزدیکیت اون طرف مترو هست یا نه. چیه؟ نگاه داره؟ گلباقه چند تا پا داره؟ در خونه تون چی کار داری؟ طویلت از بکا داره؟ نه بابا. آقا بابا عوضی بله شما دو نفر بفرم. مخلصی خیلی شرمندم خانم، بفرم. یالا خب بگین چه مهارتایی دارید؟ بوکس، کاراته. انگلیسی هم بلدی؟ ای دست پا شکسته. حرف بزنید. شت، شات آپ، گت لاست، گاد دمت، مادر. خیلی خوب، کافیه. خب از مهارتات برام بگو که چه مهارتایی دارید؟ بله مانیکور، پدیکور، شینیون، کلن میکاپ خیلی خوبم. میکاپ. زبان انگلیسی چی؟ تسلط داری بهش؟ سو سو. یعنی پنجا پنجا. بله. یه خود برامون صحبت میکنی؟ Yes. Hi, my name is Kambiz and my I love my mother. This is a telephone in table on the table.
and and other بس. their بس. آشپزی چی؟ آشپزی بلدی؟ خیلی خوب. خب یه چند تا غذا رو نام ببر ببینم. انواع کالباس. کالباس مرغ، کالباس گوشت، کالباس خشک، البته کالباس بوغلمون هم هست. فلافل هندی و لوبیا. استراگانوف چیکن، استراگانوف پنه پاستا، سوشی، سوشی دریایی، سوشی زمینی، جولیت اسپناج، کانولی صدف دریایی، کروکت خرچنگ، کروکت هشپا، لابستر، موساکا، کرافت مرغ، کرافت گوشت، رولت سبزیجات، رولت گوشتیجات، انواع غذای ایرانی. انواع سیب زمینی، سرخ کرده، آب پز، با پنیر بی، پنیر زاغالی. شیرین پلو، باقالی پلو، زرش پلو، مرصع پلو، سالادای بین المللی، همه چی به غیر از کله پاچه و سیراب شیر تو. البته نرم بلدم. ولی درست نمیکنه. چرا درست نمیکنی؟ نون میده. انواع تخم مرغ، اصلی، آپس، شلو سفت، خاگینه، اشکنه، نیمرو، یرو، دورو، بازم بگم چیه؟ خب فکر کن تو توی شرکت منشی هستی و یه ارباب رجوع خیالی به تو زنگ میزنه و میخواد بهش بگی که رئیست نیست. صحبت کن ببینم چی میگه. دیرینگ جونم. مالکم، مخلصیم، فرمایش. سلام عزیزم، قربونم، چشت برم. خوبی؟ مرسی، فداچم، جیگرتو. واسه بچه خواهرت چی شد؟ چی؟ جناب رئیس، یه تو که بار هفته سر کوچه و میاد زد زیاد. الهی به حق پنجتن هر چی از خدا میخوای بهت بده. تو به حرف من گوش نمیدی، قربونت برم. عزیزم من میگم نصب کن. بابا همسایه بالاییمون یه بچه داشت یه پاونیم فلج، براش نصب کرد، قربونت برم. شب نصب کرد، فردا صبح از دیوار راست میرفت بالا این بچه. بس ماش... بابا بسه. گفتم بپیچونش، بگو رئیس نیست. چشم میفرماین کجاست؟ نمیدونم، تو باید ببینیش بگو کجاست. بگو کجاست. من بعد بگم رئیس هفته گل بچ شما آدم رو حال میکنی. از مادر زایده نشده اونی که بخواد ما رو رد کنه. به روح سوسن قسم، حالا همه شونو میگیرم. مگه خودت مادر نداری که پیله کردی به مامان من؟ ببین اصلا اصلا نرم ها، یک کاری نکن رو صورت نمایشگاه بادم جون را بندازم. من جینتون چیکار دارم؟ شما همین الان گفتی به روح سوسن قسم. اسم ننم سوسن بود، حالیته؟ خب اسم مامان من هم سوسنه. از کی تا حالا؟ از بچگیشون تا حالا. ای بل، اوز کریم، ای بل، دمت گرم. آخه اسم ننه ما، ننه بچه سوسو باید یکی باشه، اکی؟ ننه نه، مامان. ننه مامان. ننه مامان. ننه دهنیش نکن. حالا من قرص افسردگی ما با چی بخورم؟ با دهن. بی تربیت، بریخ شفتالو، طالبی جونم، مامی من احتیاج دارم درک بشم. مای گاد، کامی جون، مامی سوسن درکت میکنه. بیا خونه، بیا پیش مامیت، بیا برات یه آبقند درست کنم عزیز دلم. بسه نخوری یا زود خودتو برسون، کامین کن بیا خونه. بای. الو، سلام. او مای گاد، وضع خیلی بده، بچه ها رد شدن. چطوری طالبی؟ خوبم شفتالو. قرصاتو انداختی بالا افسرد جون؟ زردان خشکه. ایوال ایوال، کلن فوشات تریپ میوهیه دیگه. نه تا چشت درو. ایوال، ما اگه میدونستیم اینقدر ما رو میخندونی بیشتر حالتو میگرفتیم دیگه. فوش دخترانو چی بلدی خانومی؟ خانومی خودت، یه قیافت عبجد آبادته. فهمیدی چی میگم؟ من پسرم اسم من کامبیزه، حالیت شاد، شفتالو، گلابی، طالبی، هنگونه، هنگونه پلاسیده، بادم جون، هندونه، خیال. خیال؟ به آبزی ما میگه خیال؟ من چیزی نگفتم. بچه شگون، به ارواح خاک آقام خودم با این دوتا گوشم شنیدم گفتی خیال.
متلک پرونی؟ اونم با آبجی ما؟ دیگه بگو با آبجی مو چی گفتی؟ به جون خودم هیچی نگفتم. ارواح خاک آقا فکر کردی کرم یا کورم؟ خواهش میکنم به ارواح خاک آقا تو ولم کنی، من دارم خفه میشم. من دچار افت فشار شدم، حالم خیلی بده. یهو میافتم میمیرم، خونم میفته گردن شما. ببره به اعصابت مسلط میشه. خودتو کنترل کن، چشماتو رو ببندی، نفس عمیق بکشین، به صدای پرندگان طبیعت گوش بدین. خواهش فرمون جون ولش کن آبجی، مگه میشه که به شما متلک بیوم ولش کنه؟ این خیار داستان داره، حالا بعدا واسه مفصل تعریف میکنم. این بچه سوسوم دماغش هم نمیتونه بکشه بالا، چه روزه به ما متلک بگه. آخ فرمون، شما اینجا چیکار میکنی؟ راستش اومده بودم عرض ادب خدمت گودرس خان، دیدم آگهی زدن دم در، یکی رو میخواد تو رکابش باشه. بالاخره مثل اینکه راضی شده بیفته دنبال وصول چکاش. اکی راستش آبجی مثل که ما رو قابل ندونست. ایوه راستش آبجی، ارواح خاک آقام راست میگم، شب خواب دیدیم، همین دیشه من بودیم و شما اومده بودیم برای وصول چکای آقا گودرز. تو این ماموریت که من و شما داشتیم قدم میزدیم، مه بود، بارون داشت نم نم میومد، من و شما با او حد داشتیم را میرفتیم، هرچی نامرد جلومون میزدیم. برواقع خاک آقام راست میگم آبجی، عشق هم پای موازی رو به هم میرسونه، ولی نمیدونم چرا توی خطی ما اصلا گریزونیم من و شما. برواقع خاک آقام کسی جرعت نداره اصلا شما چی بگه؟ کسی جرعت داره از این بعد یک بار با آبجی ما بگه خیال؟ ما میدونم من مامان خانوم از صد تا دوشیزه برات بهتر کار بکنم. چرا یا غریبه؟ خودم شاگردیسو میکنم آقا جون. این کار کار تو نیست، کار مردونه است. اگه میخوای خیلی کمک آقاد باشی، برو دنبال یه کار زنونه. آه فهمیدم فهمیدم، همین لباسایی که خانم شاهرخ میاره اینجا میذاره، اینا رو برای شو میذارم میپوشم. جیگر طلا، کار مردونه. حالا کو کار مردونه؟ اینقدر نگو کو کار زنونه، کو کار زنونه. همین رو برو آگهی زدن. کی؟ همین خانم محترم سوسن خانم. از کجا میدونی اسم سوسنه؟ از کجا میدونین اسمش گودرزه؟ از هر چیزی کارا بدم میاد، از هر چی کار زن نست بدم میاد، از هر چی زن بدم میاد. ولی من خوشم میاد. از هر چی کار مردونه است بدم میاد. اصلا میدونی چه مامان خانوم؟ از هر چی مرد بدم میاد. من خوشم. سوسن خانم توی توی اتاق جلسه رو. الو سلام، میخواستم ببینم که فردا چه ساعتی براتون مناسبه که من بیام خدمتتون. بله بله، رخصت با شماست قربان. پس قرارمون فردا صبح. بله. نه من بیشتر یعنی حقیقت شو بخواد بسیار به خاطر همین چیزا میترسم که
یه تقریب خانوادگیه. ما تقریب آموزی داریم. بروکس مخلص شما بد جوری دلم شور بزنید. او مای گاد، اخم دلتون شور نفره. اکی اگه راست باشیم میکشمش. وا چطور دلت میاد بابا تو بکشی؟ بابا من نگفتم که ننه جونی جنابالی رو میکشم. بیخود باید وضعیت زندگیمونو هایلایت کنیم. آها لاتم لاتای قدیم. آفرید من. آفرینو کامی رو باید با هم میزان بود کرد. از افرش هم زابلو بود. چی بود؟ زابلو. زابلو یعنی چی؟ یعنی همسایه هم تابلو. آگهی کارگیر دادناش، قرزادناش، فیلمش دیدناش. ننه تو میکشم. به مامان جون من چی کار داری؟ بابا جون تو داره هیزی میکنه. ننه زیر پای آقام نشسته. بابای تو فیلش یاد هندستون کرده. هرچی هست زیر سر این زن جماعته. مامان منو قاطی همه زنا نکن. بعد میگه تو مشکوکی به همه، تو مشکل روحی روانی داری، تو دیوونه ای، تو اصلا پارانویا داری، همش میخوای یکی رو بکشی. اصلا میدونی چیه؟ شما برای مجتمع ما خطرناکی. خوبه میزنم مثل اعلامه بچسبه به دیفالا. عمه من اونجا داره هرکره میکنه. خب هرکره میکنه مگه چیه؟ اگه مگه چیه تو اینجا چه غلطی میکنی؟ خب من اومدم ببینم اگه واقعا چیزی باشه یه تصمیم اساسی بگیرم. ایوان، ایوان، بگو. ببین اگه واقعا رابطه‌ای بین اونا باشه، اگه بابای تو سوء نظر نسبت به مامان من داشته باشه، یا مامان من خدایی نکرده اوکی داده باشه به بابای تو، من خودم رو میکشم. خاک تو اون سرت، لیاقت نمایشگاهی بادم جونم نداری. تو از فلسفه زندگی هیچی نمیدونی. اینجوری هم ما راحت میشیم، هم درس عبرتی میشه برای اونا، البته برای بابای تو. وگرنه مامی جون من که ماه از هر چی مردی متنفره. اکه گوه موزایی، بهت ثابت میکنم، مدرک گیر میارم، مرچشون رو میگیرم. به ما میگن آفرید، گرد آفرید. اینم مدرک، نتیجه هرکر ننت با آقام. این جی یعنی چی؟ یعنی گودرز. زابلوی که اینو ننت با آقام داده. من مطمئنم اگه تو هم بگردی یه چیزایی گیرت میاد. شما هم تحویل بگیر. نگاه کن فیت خودش دوخته، زیر تق قایم کرده بود اون تن. اکی این شروع یه فیلم ترسناکه. ما ننت رو میکشیم، آقامون معتاد میشه، ما فراری میشیم، تو بی سرپرست میشی، خانواده ما میترکه. خاک به سرم. میخوای شبا تنها نخوابی؟ میخوای هیچ وقت معسلشون رو نبینی؟ میخوای هیچ وقت به آقام نگی بابا؟ بس کن دیگه، خب چه خاکی به سرمون بریزیم؟ فکر اونجاشم کردم. این چیه؟ یه سری مواردی هست آقام خیلی باش حال میکنه، شما باید یاد بگیری چی نوشتن. سنبلیک، زد زیاد، کوچیک تیم، حقیر تیم، عقب مونده تیم، قسم به دیزی روز اول. یه ما چیزای دیگه که این تو نوشتم حتما باست یاد بگیری، فهمیدی؟ در زن آقام جونش در میره واسه زغال لیمویی برای قیلون، عاشق تخم آفتاب گردون البت، باید تو آب لیمو تفتش داده باشن، عاشق فیلم هندی علل خصوص سنگا. بعدشن آقام از اینجور زنا اصلا خوشش نمیاد. زنی که دماغشو عمل کرده باشه، زنی که اسمشو عوض کرده باشه، زنی که آشپزی بلد نباشه علل خصوص قرمه سبزی،
زنی که همش تو بازار ولو باشه، زنی که شلخته باشه، زنی که رژیم میجیم بگیره و ظریف مریف باشه. خب اینا به چه دردمون میخوره؟ مگه ننه تو آقای ما آگهی نزدن که دستیار میخوان؟ بله. شما میبینی میشه دستیار آقای ما، ما میشیم دستیار ننه شما. ما زیرا به آقای خودمونو میزنیم، شما زیرا به ننه خودتونو میزنی. اینجوری جفته از همشون میاد. حالا شما بنویس. چیو؟ اکه هی، همون چیزایی که ننت خوشش میاد و بعدش میاد دیگه. این فیلم ها هم تماشا کن، وسط خوبه. اگه زنده بودی الان ستایی داشتیم بی درد سر زندگی کردیم. خدا رحمتت کنه بابا جون. فلج تیم، فلج تیم، در به در تیم، عقب عقب مونه، عقب عقب مونده تیم. ریز 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 تیم ریز خره تیم. چروک چروک بودیم اتون کردی. انه انه ان اند مرام. خیلی از لطف تو متشکرم. ولی نه نکردم، خواستم خوشحالت کنم. به هیچ وقت چیزی نمیدم که در قبارش چیزی دریافت نکنم. همیشه حقمو میگیرم. اگه فکر کردی حاضر بشم. چروک تیم عشقت میکشه، او چروک تیم عشقت میکشه، اوتومون کن. خیلی نکردم، خیلی شکریم، کوچیکیم. علتشو بهت میگم، برای اینکه من تنها مرد بیشتر از 16 سال و کمتر از 60 سالم که میتونم زندگی رو برات شیرین کنم. خب خوشحال باش، چون جنگ به زودی تموم میشه. خدا نگهدار اسکارلت. ضربه میکشید، دیوارا تکون میخوردن، هرچی نامرد بود اینه اون مشت صورت را آباقای میشدن. چی شد؟ بلاخره مهراب عشق تو رند کرد. گروپر اگه مردی خودتو آفتابی کن. آره همین اومدم ازت تقاضای ازدواج کنم. سخته. اگر زانو بزنم باورت تو همون زنی هستی که من میخوام عزیزم. ایوان دم شما گرم، حالا راجبش فکر میکنیم. فردا در موردش فکر میکنم. یه دوران گذشته و دوستی نزدیکی که با هم داشتیم. فرمون فرمون که میگفتن این بود. گفتم دوست، به نظر من شما زیباترین و مهربانترین دختر دنیا هستید.
من عاشقتم. حالا آدم شما گرم، ما بعدا راجعش فکر میکنیم. نه خوب سریع به من بگو. من این نامه رو هزارها مرتبه خوندم. من همیشه کیفمو تو جیب راست کتم میذاشتم و اون روز اونو با نامه تو جیب چپم گذاشتم، اینجا درست نزدیک قلبم. من مطمئنم رادا که مرگ از دیدن نامه تو ترسید و فرار کرد. رادا نتونست طاقت بیاره، حتی موقعی که یاد مرگ من افتاد ناراحت شد. اوز کریم خودمونو به شما میسپاری. دم شما گرم دیگه. من اینو مطمئنم که نامه تو نذاشت مرگ به من نزدیک بشه. سندر، این فقط نامه رادانا بود که اون روز تو رو نجات داد. دعای اون تو رو نجات داد، دعا و نیایشش. محبت اون درست مثل یه سد محبت بین تو و مرگ حائل شد. باش گریه میکنم. ولی حالا که دیگه نباید گریه کنم. من در مقابل تو بایستادم زنده و سالم. میدونی که من دوباره برگشتم راضی؟ نه گریه نکن، تو رو خدا گریه نکن. گریه نکن راده. اکه هی یس پلیز. او مای گاد. سلام سوسی جون، درد و بلات بخوره تو سرم، قربونت برم جیگرم، صبح بخیر هانی. او بیت اودو، این بو منم میبره به چین، چین و ماچین. آگهی کارتون رو دیدم. بگو جون سوسن. نیست عاشقی آرشیریم. مرگ سوسن. مونه جون، اومدیم در رکابتون بشیم. ایوا. اون شاگردیتون رو بکنیم. خب چرا ویلکامینگ نمی کنی تو عزیز دل؟ بیا. بایزه. بای چه صورتیه. یالا. خب بنام دیگه. سابریک آقا گودرز سالار، چاکریم، مخلصیم، نکریم، صفات و مرام تو، خاک زیر پاتیم، کوچیکتیم، به موت قسم، به سیبیلتون قسم، خیلی با مرامین، اصلا قسم به اون دیزی روز اول. کدوم دیزی روز اول؟ همون دیزی که روز اول قراره درست کنیم بخوریم. حکه چی؟ مگه شما آگهی نداده بودین که یه نفر رو میخواییم تو رکابتون وایسه چاکر بشه؟ این چه تو دستت؟ این زغال قلیونه. لیمو. اون چیه تو دسته؟ این تخمه آفتاب گردونه. تو آب لیمو تفته شدم. آب لیمو. وای خدا بابا. ایور با مرا خوش اومدی. حالا دختر خانمی مثل تو ندیده بودم. همش تقصیر آقامه. چرا؟ آقام از زنهای ظریف و لطیف هم خیلی بدش میاد. والا آخه چرا؟ تازه آقام دست بزنم داره. دست بزن؟ بله، میخوای نشونت بدم؟ ای وای، مگه تو رو تا حالا کتکم زده؟ واه، کتک چیه؟ چند دفعه که خواب بودم بالشو گذاشته رو صورتم، خواسته شب منو تو خواب خفه کنه بکشه. آخه چرا؟ عادتشه. یعنی تو همسایگی ما یه قاتل بلفطره هست. خب زنگ بزنید به پلیس. تازه یه عادت زشته دیگه هم داره. دیگه چی؟ عاشق فوتباله. نه این از اون باید همیشه ولو میشه پای فوتبال. تخمه میخوره توف میکنه. دستشو تا اینجا میکنه تو دماغش. در میاره. کش میاد. هم داره تا اینجا. بعد میماله به این ور اون ور. میماله. مای گاد. البته سوسی جون، من دیگه نمیخواستم بیشتر از این شما رو ناراحت کنم، اما یه موضوعی هست که باید بهتون بگم. دیگه چی شده؟ شما یه آدم الکلی و معتاد چه توقعی دارید؟ معتاد الکلی؟
بودو زغاله بزن رو گاز. رو گاز که خب گاز کثیف میشه با مرام. بیخیل بابا. چی؟ آی با مرام. بیخیل یعنی بیخیال. مام ایزن با مرام. چرا واسطی بر رو بر منو نگاه میکنی؟ دوباره زغاله بزن دیگه. چشم. راستی دیزی هم بذارم با مرام. ایوه دیزی هم بذار تنگش. چشم با مرام. آقا میگه که اصلا زن رو باید زد. آخه چرا؟ باید داغش کرد. داغاشو کف گیر. آخه واسه چی؟ خب برای اینکه میخواست از همون اعتراف بگیره دیگه. اعتراف چی؟ برای اینکه ما رفتیم مدرک فوق تخصصی آرشگریمونو گرفتیم. مای گاد، مدرک فوق تخصصی هانی جو. بالاخره نگفتی از کدوم آموزشگاه مدرکتو گرفتی؟ مای فرقی هم میکنه. آره دیگه من همه استاداشونو میشناسم. خانم جمون نمیشناسم. بله، از چین اومده بود، درس آرشگری ارزون یاد میداد، اینی که ما یاد گرفتیم. ایوا، گوگوری، پس تو درس تو پیش آرشگر چینی یاد گرفتی؟ پس گاد تو رو واسه من از آسمون فرستاده، چرا اینقدر به من دل زفه دادی؟ نورا جون کی؟ تازه جدیدن آقا هم فیلش یاده هندوستون کرده میخواد زن بگیره. من میگم بدبخت اون زنی که بخواد زن آقای ما بشه. واقعا؟ واقعا؟ هانی؟ وای دیدی چی شد؟ من مشتری وقتی داشتم از بس که تو دل منو پرپر کردی و ریش کردی اصلا یادم رفت. ببین این کسی که میاد یه پدیکور داره، یه مانیکور داره، یه دونه ماسک خرچنگ. قربونت برم خودت راش بنداز، من جون ندارم. چیچی پور؟ بال چی شد؟ به موی سیبیلتون با مرام داره حاضر میشه. دست درد نکنه. ایوان چاقش کن. چاقتر از این زغال نداریم، همین هست فقط. من میگم چاقش کن، نفس ندارم. آه معذرت میخوام. بله گلیونو بکش. چشم ببخشید بکشم سمت شما. بده به من. پک بزن، پک ده، پک بزن دیگه. از همون روز اول که دیدمت شستم خبردار شد که تو این بچه سوسول به درد لجز دیوارم نمیخوری. تو که قرده چاک کردن یه قلیون رو نداری، چطوری میخوای بری چک ما رو نقد کنی؟ آخه همش تقصیر ننمه. ننه؟ ننه واسه چی؟ برای اینکه همش دنبال لاغر کردن و دماغ عمل کردن و ساکشن ماکشن این چیزاست. ولی به چشم خواهری همچی لاغر هم نیست. اصلا چاق کردن قلیون چه ربطی به چاقی ننت داره؟ ربطشو بخوام بگم به اندازه فیلم سنگام خیلی طولانی و گریه داره. سنگامه؟ بگو بلال میشنفیم. دائم بیرون خریده، همش دنبال قرافرشه، به خونش نمیرسه، به بچهش نمیرسه، همه جا رو آشغال برداشته، غذا پختن بلد نیست، علل خصوص قرمه سبزی. کی؟ ننم شوکت دیگه. مگه اسم ننت سوسن خانم نیست؟ ده مصیبت همینجاست که اسمش عوض کرده. لوتی میدونی چیه؟ راستشو بخوای آقام شوفر بود، واسه همین رفت زیر کامیون. ما هم تو بچگی تو سری خور کس و ناکس شدیم. رانندهی که با ما زیر کرد مرد بود، واسه همین ننمون از هرچی مرد متنفر شد. واسه همین ننم میخواد از مردا انتقام بگیره. واسه همین ننم تو زندگی نذاشت من مرد بار بیام. واقعا؟ واقعا آقای با من. دروغ گفتم.
من ازت یه مرد میسازم، عین کوه پشتتم. چه نامردی؟ چی کارش کنم؟ نقدش کن. چشم. کدوم بانک؟ کار سختیه، ولی از مردی مثل تو برم دباقی داشتم. وقتی برشکسته شدم کلی پوست گاف دستش داشتم. آمار رسید پوستا رو خورده، یه دقابم روش. این چک رو میبرید در خونش، یا با پول برمیگرد یا با پوستش. قبلا تو دباقی من کار میگن، حالا قصد اسمش پیروزه، تو معلش مرتبه به اینم خونه تو روزن کافا در این کوچه هست. نا سوسی جون، مطمئن این دختر کار بلده؟ ایوا، این حرفا چیه میزنی بیرون؟ آخه پوست صورت همو که میدونی خیلی حساسه. ایوا، تو فکر میکنی مثلا سوسن بلند میشه میره مثلا شاگردش از تو کوچه خیابون برداره بیاره؟ بابا دختر چین درسه این کارو خونده، از این چین یاد گرفته. ایوا، آخه الو، شما دختر مشغول شید. چطوری تو؟ عزیزم چی صدات کنم؟ هرچی عشقت کشید. یانگوم خوبه؟ خیلی بهت میاد جونی. حیوان حیوان، وای خدا اگه دوستان بدونن یه آرشگر چینی اینجا کار میکنه پاشنه یه در از جا میکنه. هانی جون، ماسک خرچنگ تو یخچال قربونت برم، هرچی صلاح میدونی قاطیش کن. خب خب حالا تو بگو شورا. برو بیا برام چینی حرف بزن. عاشق این سریال های فارسی بانم، مخصوصا دوبلشون. دوست دارم به چینی چی میشه هانی؟ برای من فعال میگیری همینجور خوب در میاد. پس گفتی که یه اسب اومده بود ها؟ اسب سمبول منه. یه فیلم افتاده بود ها؟ فیلم سمبول مرده، آه خورتومش. بعد گفتی که اسبه و فیل از دو سر یه رود آب میخورن؟ میگم سوسی جون، یعنی که اسبه و فیله یار مبارک. خدا میشنه مبارک. اومدی یانگام جون؟ حاضری؟ اینو داشته باش بی زحمت. آبجی جینوس آماده ای دیگه نه؟ Thank you.
آقای فیروز؟ فرمایش. سلام، ببخشید من اومدم که اگه شما صلاح میدونید این چکو ازتون بسلفم. برو بگیر. چرا همچین کردی مردی که طالبی؟ عوضی این چه کاری بود کردی؟ کارا که بلد نیستم. تاله هیچ آرشگر اینجوری ماست روی صورتم نزده بود. خیلی خنک شدم. خیلی عالی بود. پرفکت. قربونت برم یانگوم جون. قابل شما رو نداره. بی زحمت برو سراغ مانیکور پدیکور. مربعی نگین دار لطفا. اینایی که میگی تو چینی یه چیز دیگه است. میشه کامل توضیح بدی؟ عزیزم آرش ناخن منظورم بود. ناخنامو مربعی کوتاه کن. میخوام تو مهمونی امشب بزنم بیرون. خواهی اگه میخوایی بزنی میرون واسه چوری تو؟ وای شما چینی ها چقدر بامزه این. هیچی نمیفهمید. منظورم از بزنم بیرون اینه که به چشم بیام. 70 تا دختری میخوام کاملا دیده بشم. میگم یانگوم جون این ماسکه یکم صورت همون میسوزونه. طبیعیه؟ آره ایزم طبیعیه. میوتم نخوردی که چی شده؟ با سوسی جونت قهر کردی؟ ولی این صورت خوشگلت که زخم زیلی هم نشده که. صورت هم چیزی نشده ولی تمام تنم درد میکنه. معلوم نیست چی شد؟ معلوم نیست کجام شکسته. هنوز گرمم حالیم نیست. یخو بذار رو سرت یخ کنی حالیت. اگه میمردم چی؟ سبوتو درون سبوتو در گاز بگیر گاز بگیر. دیگه از این حرفا نزنی. خب میگه کار مردونه کار مردونه. همش وحشی بازیه. عوضش پسرت داره مرد میشه. اگه مرد شدن قربونت برم به وحشی بازیه. خب میذاشتی من تو باغ وحش بزرگ میشدم. مای گاد. بابای خدا بیامرزت زود ما رو تنها گذاشت. اگه زنده بود چقدر دلش میخواست که تو رو ببینه که بزرگ شدی رشد کردی مسئولیت یه خانواده رو به عهده گرفتی و من به افتخار میکنم. آخرش که چی؟ دیگه یقین دارم این خونه زن میخوام. واسه چی؟ واسه چی؟ واسه ای یه لقمه از آب گوش بخور تا بفهمی من چی دارم میگم. با اینکه مادرش دخترم رو بزرگش کرده ولی داره یواشکی واسه خودش مرد میشه. کی گفته که اون مرد شده؟ کسی که بره در خونه فیروز مکافات یعنی جنم داره خانم. جنم. اونم که کتک خورد. مرد بودن به کتک خوردن کتک زدن نیست. باید مرد مرام داشته باشه، جنم داشته باشه، صفت داشته باشه که پسر صفتشو داره. فقط باید یکم رو خلق و خوش کار کنم. همین. مثلا همین دختره که الان با من کار میکنه. خب اونم سختی میکشه، زحمت میکشه، اومده داره کار میکنه، داره به خودش سختی میده. من خیلی ازش راضیم، استعدادم داره، تازه خوشم میاد ازش. کدوم دختره؟ همین گردآفرید جون. جون؟ آره دیگه نصیحت فایده نداره. تو اینقدر بزرگ شدی که دیگه عقلت به زندگیت میرسه. خودت میدونی باید چه کار کنی. فقط اینو از سوسی جونت بشنو که وقت تلاست و به سرعت برق و باد هدر میشه. دم شما گرم گودرز خان. یعنی راست راستکی شما این پسر راضی هستی؟ مایشو داره. به سوسن خانم رفتم. کدوم سوسن؟ نه 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 ن
برات خرچنگ افتاده. میبینی؟ اینا دستای انبوریشه. یعنی خوشبخت میشی، ولی یه جایی هم سختی داره. انبور یعنی سختی. این که خرچنگ نیست، میگوه. خب آخه میدونه چی، از دید ما میگو به نظر میاد، ولی خب از دید اون خرچنگ دیگه. یک فالی میگیره ففر جون به جون تو، حالا خبر نداری و اگه برات فیل افتاده بود و فورا به طرفت العینی خوشبخت میشدی، نه اینکه فیل خورتون داره خیلی زود خوشبخت میکنه آدمو. مگه نشورنگیز جون؟ آره سوسن جون، تازگه کسی تو فامیل ازتون مرده؟ نه منظورم 8 وعده است، 8 روز، 8 هفته، 8 ماه، 8 سال پیش. خب آره همون. پس درست گفتم، بهش خیلی خوبی کرده بودی نه؟ نه چطور؟ ببین اینجا یه آدمه که دراز کشیده داره بهت لبخند میزنه، ازت راضیه. واقعا؟ ازم راضیه؟ اینا دیگه خودت ببین. آخش خیالم راحت شد، پس حلالم کرده. کی؟ مادر شوهرم. آخه دم مرگشم گفت حلالت نمی کنم، بچه‌م رو ازم گرفتی. ای ببخشید. خب شورنگ جون دیگه چی؟ هانی جون، سوسن خانوم به موت قسم بابت دیروز شرمنده. بیخیخی بابا. ایوه اگه تو بشنوی که اولین روز کاری سوسن جون چی بوده ها، از خنده قش میکنی. اون وقتی که دیگه یه ریز میگه سوسن جون سوسن جون سوسن جون سوسن جون. ایوه یعنی هیچی نگفت؟ هیچی هیچی که نه، ولی خب من راست و ریزش کردم، یه خورده ماست و آب خنک قاطی کردم مالیدم به صورتش، بهش گفتم این افتر ماسکه. بعدم بهش گفتم اگه تو دلت ماسک چینی میخواد و دلت میخواد که آخری مود روز باشی، باید طاقت درد چینی هم داشته باشی. حالا به موقع اومدی، بودو بیا تو، بودو بیا، بیا عزیزم، بیا بیا هایی جون، بیا خجالت نکش. دوستا من، دخترا، این همون گرد آفریده که براتون گفتم. قربون شما، دم شما گرم. کامی پاشو چقدر میخوابی؟ کامی جون، ایوا سابقه نداشتیم بچه بدون خوردن قرص تقویتیش از خونه بره بیرون. ندارم هراسی زنی روی ماشت، مرا نوجوان مردی خلق کش. دعوا که ترس نداره، مرد دعوا نکنه زن ازش حرف شنوی نداره. پس یعنی همیشه باید با زن دعوا کرد؟ البته که نه، همچی چیزی هم نیست. باید با مهر و محبت با زن حرف زد، دل داد، قلبه گرفت. البته با نامرد جماعت باز زد و خورد کرد. برای که حساب کار دست زنت بیاد، یه چند باری جلوش دعوا بکنی بد نیست، که بدون وقتی که مردش قاطی کرد و تناب پاره کرد دیگه نمیشه جلوشو گرفت. اصلا میدونی چی شد که سوسن خانم شیفته ما شد؟ کدوم سوسن؟ زنمو میگم، خدا بیامرز، به خاطر چاقو خوردم. چاقو؟ لاتولوت های محله شون بهش چپ چپ نگاه میکردن، یه کله رفتن تو شکم 30 تا کله. 30 تا؟ به خاطرش 2 ماه افتادم مریض خونه. همین شد که سوسن خانم عاشقم شد. ببخشید منظورتون از سوسن زنتونه دیگه؟ کوری؟ من نمیدیدنم آسمون رو نگاه میکنم. بله بله. همش این نیست، لب به کلوم، مرد جماعت اینه که همه بتونن بهش تکیه کنن، دوست و آشنا و فامیل و زن و بچه آدم. به قول خدا بیامرز پدر سوسن، مرد اونه که نامردم بتونه روش حساب باز کنه. نامردم روش حساب باز؟ آله دیگه. ببخشید بعد گفتید پدر خدا بیامرز کدوم سوسن؟ اگه که یک کفگرگی اومد تو صورته میدونی کدوم سوسن میگم. نه 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 فهمیدم کدوم سوسن. آخه نکه به آسمون نگاه نکردین، من یه لحظه گفتم شاید سوسن دیگه. یا آقا گودرز، من میخواستم یه چیزی رو بهتون بگم. خب بگو. ببین
اونایی که بهتون گفتم یه خوردهش دروغ بود. من و مامانم چون خیلی دوستم داشت بس که یه وقت اتفاقی برام نیفته از بچگی تو پر قو بزرگ کرد. تو خونم به جز مامانم و دوستاش با هیچ کس رفت آمد نداشتیم. نمیخوام دیگه به هم بگم بچه سوسول، میخوام شما کمکم کنین. من چه کمک میتونم بهت بکنم؟ میخوام مثل شما مرد بشم. ایوان زنگو بزن. آی گاد چقدر قشنگ شدی تو. حالا دیدی اینجوریه که صورت رو خط چشم براش میکشیم، ولی هر صورتی رو به سه دسته تقسیم میکنن. کلاتو بر میداری، تو چشاش نگاه میکنی، دوتا یقش رو میگیری، یک کله میاد تو صورتش، یک افگرگی کف پیشونیش، یه مش میزنی که چهار دندون خودش بچرخه. باز که این طرف ها پیدا شده نالوتی. چی گفتی؟ دیده جدیده میدونی؟ بایش رو بیدون شکل میدونی. الان ببین اولی رو نبفهم. نه اولی رو بردارم، اینطوری بردارم توی پشتاب دستمال تو گردن، دستمال تو گردن، دستمال پاش بنداز تو گردنت. آها کت رو شونه صاف وایسا، کت رو شونه صاف صاف. یه کار خیلی جانانه کنی. از بابا دستتو بنداز رو برو صاف، دشمشتی سینه سپر رو برو. آها صاف رو برو. حالا شدی آقا کامری. حالا شدی خانم گردا فرید خانم. ایوان دست شما درد نکنه سوسن جون. Thank you.
خسته نباشی مامان جون. مای گاد. سلام، خسته نباشی. ایوا، مگه چند تا هما داریم؟ همای خودمون دیگه، دختر داییت. ای والا ننه، اون که بچه هست. کجاش بچه هست؟ والا اون ای وای، چه معنی میده یه زن جوان تنها این وقت شب بردم در آشغال بذاره؟ مگه من مردم خودم میبرم؟ راست میگی؟ مگه نمیبینی؟ نه، این که گفتی زن جوان. سلام، بدین آشغال من میبرم. سلام، اینجا که بابام نیست تریپ مردونه برداشتی. یعنی میدونین منظورم این بود که خوب نیست دختر جوونی مثل شما این وقت شب تنهایی بره تو کوچه آشغال بذاره. خونه نباشم بهتره. چرا؟ اومدن خواستگاری. خواستگار؟ چیه؟ نمیشه واسه تو خواستگار بیام؟ نه آخه یهو گفتین من جا خوردم. خودم هم یهو فهمیدم. سرشبی فرمون زنگ زد گفت شب با ننم میام خونتون. فرمون؟ پسر رفیق قدیمی بابام، همون که داشت خفت میکرد. اون اومده خواستگاریت؟ من چشه؟ هیچی، ببخشید من. مبارک باشه، مبارکه. چی مبارکه؟ نه به داره نه به باره. 100% خوشبختت میکنه. کی گفته؟ مگه شما از آدمای خشن خوشت نمیومد؟ اونم خشنه دیگه. نه خیر، دیگه از آدم خشن خوشم نمیاد. فکر میکنی خوشت نمیاد؟ شما دخترها عاشق اینین که شوهراتون واسه تون دعوا کنه. این آقا فرمونم که خوب واسه شما آدم میکشه، دیگه مشکل چیه؟ مشکل اینه که این مردا نمیفهمن که زنها دوست ندارن شوهراشون را بیفتن برن این بر اونور دعوا کتک کاری. پس چی دوست دارن؟ زنها دوست دارن شوهراشون آروم باشن، مهربون باشن، همینا که گفتم دیگه. واقعا؟ واقعا. دخترها تا وقتی که خواستگار ندارن که کلان اصلا زندگی شوخی شوخیه، اما وقتی که خواستگار دارن و این دخترها باید تصمیم بگیرن که به اون طرف جواب مثبت بدن و اون شوهرش بشه، اون موقع است که آدم میفهمه دیگه جدی جدی جدیه. الان این آقا فرمون برای شما شوخیه یا جدیه؟ نمیدونم بابا، خودم قاط زدم. چه خوب. این که من قاط زدم؟ نه اینکه انقدر اخلاقتون عوض شده. عروس خانم آلیک سنه با حالیگه سالیک سنه گتری گپاری سنه. راستش ننه بایزده گو درس خون، دیشب داشتیم با خودمون اختلاط میکردیم، عجب حالی بود، یه صفایی داشت، صفایی درونی خاصی داشت. جای شما خالی. بعدش یه جورایی گفتیم اگه یه زمانی قسمت بشه و بالاخره ما یه جورایی برسیم به عشقمون، گردآفرین خانوم، چجوری بگم، تو این دور زمونه عشق هم پای موازی رو به هم میرسونه، اما ما توی خطی ما از هم موازیم غیر تو. یه جورایی زندگی رو که تشکیل دادیم یه گروه شرخری را میندازیم. یه جورایی تو این گروه من و گردآفرین خانوم
زندگیمون آغاز میکنیم. چجوری بهتون بگم؟ کجا دیدین که یه زن و شوهر با هم دیگه تیم شرخری را بندازن؟ چکه مرده رو زنده میکنیم، طلبا رو وصول میکنیم، یه جورایی از بچه هم کمک میگیریم. قراره چند تا از بچه های ما مرام از زندان آزاد شن. گفتیم اونا رو هم بیاریم سر کار. خوبیت نداره، کسی تحویلشون نمیگیره تو بازار. ما بیاریمشون سر کار، بیاریمشون تو این تیم و هر حال به اتفاق هم بتونیم چکای برگشتی رو چیکار کنیم ننه؟ مامان گردآفرین، خوشبختت میکنم، ناراحت نباش عزیز دلم. مادر تو بگو، تو بگو که گفتم خونه رو کجا میگیریم؟ باور کنید یه خونه براش میگیرم، بعد از یک سال، بعد از یک سال با این همه کاری خونه براش میگیرم. کجا؟ جردن مادر. جردن؟ آره چند بار من بهت گفتم. آره از جردنم بهتر. قربون شما. آقای گودرز خان، بابه فرمان خدا بیامرز 40 سالگی مرد. 40 تا چک برگشته مخواهیم تقدم کنیم شیرباهاش. دو دسته میذارم رو چشممون تقدمش میکنیم. دیگه چی مطل هستیم؟ بدیم ببرم دیگه، بچم ناراحته. دفعه پیشم خدمتون عرض کردم، دختر من عاقل دختره، هرچی نظر اون باشه نظر منم هست. آقا شما باباش هستی، هرچی خودش صلاح میدونه یعنی چی؟ خب شما هم بره راهنماییش کن. اگه اجازه بفرمایید وایزه شما ننه فرمون، وایزه بزرگتر و اصل مطلب گردآفرین خانم، ماه عسل میزنیم میریم ترکیه. ماوی ماوی چشم، ماوی رنگ چشمات آفتابی. بردمت عاشق شد. ببخشید من از پدر شما خیلی چیزا یاد گرفتم. پدر شما نسبت به من خیلی حق داره، به گردن من حق داره، برای اینکه چیزایی به من نمیاد داده که من دوچار یه سری تغییر و تحولات شدم در زندگی. یعنی احساس میکنم که مرد بودن چقدر خوبه، چقدر خوبه که آدم احساس کنه دوست داره یکی بهش تکیه کنه، دوست داره کانون گرم خانواده داشته باشه، دلش میخواد یکی به یه نفر بگه که با من ازدواج میکنی، با من ازدواج میکنی، زن من میشی. خیار یه بار به هوای چی میگی؟ چیه؟ خوب کرده زنی دستش رک نکنه، مخواست رو ازیاد نکنه تو نمیده. ماشاءالله پسرم، فرمان فرمان میگن اینه ها. گفتم نگران نباش. ای وای فرمون فرمون که میگفتی این بود. مادر من 4 تا مشتلگت مورچه که دیگه یه همه دوا دکتر نمیخواد. مای گاد خوشت میاد سوسن خانم؟ دست پرورده خودمه، یه مرد تموم. اگه دنیای غم رو دوشش باشه آخ نمیگه. آخه ماشالله. بفرمی. ممنون. ایول داره. انصافا حال میکنی سوسن خانم؟ حال میکنم. چی شد با مرام؟ این دفعه نگفتی کدوم سوسن خانم؟ والا راستیتش سوسن خانم شما رو که خدا رحمتش کنه، مادر منم خودش صلاح خودشو میدونه. من که موافقم، شما موافقین دیگه نه؟ بله من که از خدامه،
به هر حال خیلی چیزا هست که من باید از شما یاد بگیرم سوسن جون. راجب چی دارین صحبت میکنین؟ منظورتون چیه؟ خب ما میدونیم که شما به هم علاقمندین. چی گفته منو این با هم علاقمند شدین؟ ده بنال بابا، ما که میدیدیم شما با هم دیگه از خونه میریم بیرون تو خیابون میگین و میخندین. مای گاد، تماسای ساعت 10 شب هیچ هم همچین چیزی نیست. ما به خاطر اینکه شما دوتا هانیا امروز این چیزی که الان شدیم بشیم خیلی زحمت کشیدیم، پیش مشاور رفتیم، بعدن معلوم شد که هر دومون تصادفی پیش یه مشاور رفتیم. اون وقت تو عالم همسایگی شروع کردیم با هم درد و دل کردن. بعد مشاوره که فهمید به هر دوتا اون باید مشاوره های یکسان بده، خب ما رو با هم میپذیرفت و ما باید با هم میرفتیم. اون وقت هر شب پس سر ساعت معینی بهش زنگ میزدیم که چک کنیم ببینیم اون چیزایی که داریم به شما هم میگیم درست هست یا نه. همین. در ضمن خنده اون روزمون هم به خاطر رفتارهای شب قبل شما بود. زابلوها، عمرن من زن بگیر نیستم. منم همینطور.